سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها حمله مسلحانه برای جنرال عبدالستار قاسمی از فرماندهان ارشد حزب جنبش ملی، مبارزه با فقر به طرح جامعی و منطقی نیاز دارد و همچنان در پایان سازمان ملل خواستار فشار جهانی بر طالبان شد. به نام خدا و با تقدیم سلام با مجمع خبری چنل یوتیوب وان اسپورت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزنامه ما با خبر شوید. مشروع خبرها، سازمان ملل خواستار فشار جهانی بر طالبان برای رعایت حقوق بشر شد. میشل بجلید کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از کشورهای جهانی خواسته است که با وارد کردن فشار بیشتر بر طالبان این گروه را وادار کند تا به حقوق بشر و زنان احترام بگذارد. خانم بیچلید روز سه‌شنبه 18 جدی در یک نشست ویژه شورای امنیت ملل متحد که توسط ناروی به خاطر جلوگیری از خشونت علیه زنان را اندوزی شده بود، از شورای امنیت این سازمان خواست تا ناقضان حقوق بشر و خصوص کسانی که زنان و کودکان را هدف قرار می دهند حساب دی قرار دهند. او افزوده است که چشم پوشی از حقوق اساسی زنان و دختران اقتصاد افغانستان را به طور گسترده دچار آسیب کرده است و گفته او در حال حاضر افغانستان با یک فاجعه بشری با ابعاد بی سابقه مواجه است. این کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل همچنین گفته است مدافعان حقوق بشر زنان، ژورنالیستان، وکلای مدافع و قضایای مجبوری به فرار شدن و یا هم در خفای زندگی می کنند و در اغلب موارد مکررن با تهدید مواجهند. او تاکید کرده است که من از شورای امنیت می خواهم تا اطمینان حاصل کند که مرتکبان خشونت و نقض حقوق بشر در افغانستان به شمول کسانی که علیه زنان و دختران عمل می کنند حساب دی قرار بگیرند. این مقام سازمان ملل خواستار گنجانیدن بخش حقوق بشر در چارچوب هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما شده است. او از سازمان ملل و کشورهای جهانی خواسته است که زمینه خروج مسئول و اسکان مجدد حامیان حقوق بشر از افغانستان را فراهم نماید. در همین حال راحله دوستم در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: جنرال عبدالستار قاسمی از فرماندهان ارشد حزب جنبش ملی شام دوشنبه در استانبول از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برد. دو مهاجم مسلح ساعت 7 شام بر منزل او در منطقه زیتون برنو حمله کردند که در نتیجه بازداشت و به پلیس ترکیه تحویل داده شدند. حمله کنندگان ساکنان شجرک کابل اند. گرفته شده از صفحه رسمی فیسبوک راحله دوستم. در همین حال مبارزه با فقر به طرح جامعی و منطقی نیاز دارد. روزنامه 8 صبح کابل. دامنه گرسنگی در افغانستان با گذشت هر روز گسترده تر می شود. وضعیت نشان می دهد که هشدار سازمان ملل متحد در مورد احتمال و وقوع فاجعه بشری در افغانستان بسیار جدی است. با توجه به قراین این بحران در افغانستان هم اکنون کلید خورده است. این سازمان بیشتر گفته بود که 18 میلیون شهروند افغانستان مسئولیت غذایی ندارند و ممکن است 97% خانواده های افغان تا نیمه سال 2022 میلادی زیر خطر فقر بروند. به تازگی تصویری از یک زن کهنسال نشر شد که وی را مصروف غربالگری ریگ و خاک نشان میداد. این زن غوری در واقع تلاش میکرد از میان خاک دانه های گندم را جدا کند تا بعد استفاده از آن بتواند برای اعضای خانوادهش لقمه نانی تهیه کند. وضعیت این زن کهنسال بیانگر ناتوانی شماری شهروندان افغانستان در تهیه غذای روزانهشان است. همچنان منابع مردمی روز یکشنبه دوم میزان گفتند که 8 کودک از جمله 4 دختر به دلیل گرسنگی در غرب کابل جان باختند و در این کودکان پس از آن که نتوانسته بودند تومور خود را عمل کنند جان باخته است. مادرش نیز سرانجام به دلیل غصه و تشویش سکته قلبی کرده است.
این وضعیت در حال اتفاق افتاد که همه افراد محل و همسایه ها از وضعیت این کودکان بیخبر بودند. فقر و ناداری در واقع روایت تلخ این روزهای شهروندان افغانستان است. پس از سقوط جمهوریت و حضور طالبان، مردم در کسب نفقه خانواده هایشان درماندند. بیشتر آنان وظایفشان را از دست دادند و هیچ گونه درآمدی ندارند که توسط آن مصارف اولیهشان را تأمین کنند. از معلمان گرفته تا بیشتر کارمندان دولتی همه در انتظار کار و معاش هستند. به این ترتیب راه‌های کسب عواید برای بیشتر مردم بسته شده است. همچنان بسته ماندن ذخایر ارزی افغانستان در خارج از کشور شرایط را برای کنترل نوسانات ارز خارجی پیچیده تر ساخته است. با آنکه سازمان ملل متحد و 20 کشور ثروتمند جهان وعده کردند که برای جلوگیری از وقوع فاجعه بشری در افغانستان کمک میکنند، اما هنوز تاثیر مثبت در زندگی شهروندان رونما نشده است. وضعیت در حالی بدتر می شود که فصل زمستان نزدیک است و مردم مجبور در کنار غذا مواد سوخت مورد نیازشان را برای گرم کردن خانه هایشان تهیه کنند. این شرایط سبب می شود که شهروندان از یک سو به دلیل گرسنگی و از یک سوی دیگر به دلیل فقر در تنگنا قرار گیرند. حکومت سرپرست طالبان روز یکشنبه 2 اقرب اعلام کرد که برای مبارزه با فقر برنامه کار در بدل گندم را آغاز می کند. این طرح که هدف آن مبارزه با فقر است، نگرانی ها از مدیریت بحران را بیشتر می کند. شاید برداشت طالبان از مبارزه با فقر تنها سیر کردن شکم مردم باشد، اما باید در نظر داشت که شهروندان به چیزهای فراتر از این در زندگیشان نیاز دارند. مردم باید عواید نقدی داشته باشند تا بتوانند مواد اولیه زندگیشان را بر اساس نیاز روزانه خریداری کنند. فقر و گرسنگی. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقاتی خوش داشته باشین. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما هستیم. تا ویدیوی دیگر یار و مددگار شما باشد.